سالانه یک مطلب یادم آمد که اینو براتون نشان بدم قبل از اینکه یادم برود. بله آقای خمینی، بله، یکی است از طرفدارای آقای رفسنجانی به نام غلامعلی رجایی. یک کتابی دارد در زندگی نامه خمینی، 5 مجلده در زبان فارسی و این کتاب به عربی هم ترجمه شده. من فارسیش را ندارم اما عربیش را اینجا به صورت PDF دارم. ملاحظه بفرمایید بینندگان محترم که در این کتاب اینجاست. خمینی چی میگوید؟ این کتاب قبسات من سیرت الخمینی. بله قبس، بله یعنی برگزیده های نور از زندگی خمینی. الحالات، الحالات العبادی و المعنوی، در عبادت و معنویت خمینی. این جزء 4 این کتاب دوستان عزیز. بله این 5 مجلد همگیش طبع مکتبت مؤمن قریش. این کتاب نوشته غلامعلی رجایی هست. این غلامعلی رجایی از طرفدارای هاشمی رفسنجانی، از طرفدارای حسن خمینی فعلا و از این اصلاح طلبان ظاهرا، نمیدانم که الان گروه های ایران رو من نمیشناسم زیاد. طبع دارالاسلامیه در بیروت لبنان. اینه دوستان، در این کتاب صفحه 315 ببینید مطلب خیلی مهمیه. مطلب صفحه 315: قمنا بالثورة لكي ندرس الفصوص. آقای خمینی میگوید که ما انقلاب کردیم که فصوص الحکم را در بین مردم ترویج بکنیم. اصل مقصد ما از انقلاب همین بود. قالت السیده طباطبایی یوما، زن احمد خمینی، خانم و همسر احمد خمینی، فاطمه خمینی، فاطمه طباطبایی، یک روز گفت: کنت ادرس یوما عند الخمینی کتاب الفصوص. اون زمانی که خمینی رهبر کبیر انقلاب بود، امید مستضعفین جهان بود. یعنی در عین آدم کشی، در اوج قصاوت و قصابی بود. در اون زمان من پیش ایشان کتاب فصوص میخواندم. همون زمانی که جوانان شیعه را از تبریز، از مشهد، از تهران، از اصفهان، هر روز هزاران هزار جوان را میفرستادن که برید روی میدانهای مینه صدام بدوید، که بخاطر که خمینی هوس کرده که میگه عراق را بگیرد بعدم قدس را آزاد بکند. همون زمان، بله، من پیش خمینی نشسته بودم، اونجا کتاب فصوص را میخواندم. فدخل السید و احمد، پس سید احمد خمینی وارد شد. فالتفت الیه الخمینی، پس خمینی التفات کرد، توجه کرد به احمد و گفت و قال: لقد قمنا بالثورة من اجل ان ندرس و ندرس کتاب الفصوص قبل کتاب جامع المقدمات. ما انقلاب کردیم، خمینی به احمد گفت، ما انقلاب کردیم به خاطر همین، به خاطر همین مطلب ما انقلاب کردیم که درس بگوییم و تدریس بکنیم و درس بخوانیم کتاب فصوص را قبل از کتاب جامع المقدمات. خب بینندگان محترم، این حرفایی بوده که خمینی در پس پرده و در اندرونی بیتش با پسرش، با عروسش میگفته. بله که این که ما احکام اسلام را جاری بکنیم، که دین را احیا بکنیم، بله اینها همش، همه اینها برای عوام فریبی. اصل مطلبشان چی بود؟ که مردم را بیشتر کافرتر بسازند. بله و تصوف و عرفان را همونطوری که به ابوبکر، به گورباچوف نامه نوشت، از اهل بیت علیهم الصلاه و السلام ذکری نکرد، اونها را دعوت به فصوص کرد، دعوت ابی بکر ابن عربی کرد. در اینجا هم اعتراف کرده ایشان که اصل انقلاب ایشان به خاطر همین ترویج افکار صوفیانه بوده و ترویج افکار ابی بکر ابن عربی بوده که قبل از جامع المقدمات طلاب چی را بخوانند؟ فصوص را بخوانند.